خودت این فصل میخوای چیکار کنی؟ شهر خودرو که کلا خاطره خوبی نداشتی. بعد یکی دو تا ویدیو اومد میخواستیم بزنی یکی دو تا مسئولای باشگاه رو سر تمرین داره. نه بابا خیلی شاکی بودین محسن تو ویدیوها. آره خب امسال واقعا آسعید سالی که گذشت اصلا سال خوبی نبود. از روز اولش اصلا سال خوبی نبود تا روز آخرش. یه تجربه خیلی بد بود و زیادم دوست ندارم در موردش صحبت کنم. آ نکته نیست که بخوای بگی؟ نه آخه لزومی نمیبینم در موردش صحبت کنم چون واقعا سال خیلی بدی بود. از همه نظر سال بدی بود. گفتم شاید مثلا اگه نکته هست بگی تجربه شه حداقل برای بازیکنهای دیگه جوانترهای دیگه. متاسفانه همش حاشیه بود. آره همش حاشیه بود و چیز... اصلا منم دوست ندارم یه همچین چیزایی و دوست ندارم اصلا در موردش صحبت کنم. خب این فصل رو میخوای چیکار کنی؟ پیشنهادات فعلا صحبتی کردی؟ آره یکی دو جا حالا صحبت شده ولی حالا فعلا دارم. از همین پیشنهادای خفن به شما هم رسیده؟ 20 میلیارد و 15 میلیارد و نه از این خبرا نیست. برای تو از این خبرا نیست؟ تو فوتبال از این خبرا نیست؟ نه تو فوتبال که هست از این خبرا ولی برای ما نیست. مثلا به شما چقدر پیشنهاد میدن؟ حالا من اینجا از همه رقمو گرفتم. حالا اینو که شوخی کردم ولی در مورد رقم‌های قرارداد لیگ برتر خیلی بحثه. 20 میلیارد و 15 و 18 و چی شنیدی خودت؟ گفتم ببین ما خیلی اینجا در موردش صحبت کردیم. گفتم تو مامان یه بازیکن حالا سال‌ها سری در لیگ برتر بازی می‌کنی. نقطه نظرت رو در مورد این بگو. والا انتقادات درسته؟ آره خب من یه چیزی بگم آقا سید خدمتتون. این چیزی که میگن هست این رقم‌ها ولی برای همه نیست. یه عده بازیکنای خاصن این رقم رو میگن انگوش شمارن ولی بقیه بازیکنها این رقم رو نمیگیرن. خیلی کمتر از این رقم رو میگیرن و فکر میکنم اونی هم که میگیرن نوش جونشون چون با این تورم و با این گرونیایی که هست الان مثلا شما دو سال سه سال پیش میتونستی مثلا با 2 میلیارد با 1 میلیارد خونه بخری. الان ولی با همچین مبالغ شما ماشین هم نمیتونی بخری. ولی با اون 20 میلیارد میشه دو تا خونه خرید و نه دو تا رو که نمیشه. اگه بخوام جای خوب تهران بگیرن یه دونه شاید بتونن بگیرن. اونم فکر نکنم. ولی منظور بازیکن‌های خاص چند تا بازیکن در اینجوری 20 میلیارد رو بده به ما من برای کل این بچه‌ها سلام صحبت نه واسه منظورم اینه که میگم چند تا بازیکن در اینجوری پول میگیرن. اونا هم نوش جونشون حقشون حالا یا ملی پوشن یا بازیکن‌های تاپ لیگ برترن ولی بقیه بازیکن‌ها این رقم‌ها رو نمیگیرن و هر کی هم میگیره نوش جونش چون واقعا الان خیلی سخت شده شرایط. ببین آخه میدونیم محسن از این جهت یه سری انتقادا میشه. حالا ما اینجا به هر حال بیشتر نظرات مردم رو میگیم کارشناسا هم میان صحبت میکنن. از این جهت انتقاد بیشتر که خروجی فوتبال خوب نیست. یعنی این موقع هست که تو میگی آقا زیاد هزینه شده الان... خروجی فوتبالمون خوبه. خروجی فوتبالمون خوبه الان. لیگ برترمون جذابیت داره به نظر من. یه چیزی به شما بگم الان شما نگاه کنید نسبت به مثلا 10 سال پیش ما چند تا لژیونر داریم. آره از این جهت خوبه. خب حتما خوب بوده دیگه. فوتبالیستای خوبی داشتیم دیگه. حالا ان شاءالله تو سالهای آینده لژیونرامون بیشتر هم میشن. نه میخوام اینو جواب بدی که لیگمون جذابیت داشته به نظرت یا نه. این فصلی که تموم شد خودت واقعا نشستی 90 دقیقه رو کامل نگاه کنی؟ من اگه بخوام از بیرون نگاه بکنم لیگمون جذاب بود چون رقابت بین پرسپولیس و استقلال و سپاهان و گلگهر و فولاد و اینا واقعا تیمایی بودن که خوب فوتبال بازی میکنن و توی رقابتی بودن. حالا یکی دو هفته آخر دو سه هفته آخر استقلال جدا شد از اینا ولی کلا تا قبل از اون رقابت خیلی خوبی بود توی لیگمون. حالا من اگه بخوام از بیرون نگاه بکنم به فوتبال میدونم مثلا به عنوان یه هوادار به عنوان یه تم رقابت خوبی بود. و فصل جدید چطور میبینی؟ الان پرسپولیس خیلی بازیکن گرفته. استقلال هم البته داره بازیکناشو تمدید میکنه بازیکن جدید جذب میکنه. کلا رقابت رو چطور میبینی برای فصل جدید؟ این رقابتی که همیشه هست حالا بین پرسپولیس و استقلال این رقابت همیشه بوده و همیشه هست خواهد بود و فکر میکنم با این خریدهایی که پرسپولیس کرد فکر میکنم سال آینده حرفای خیلی خوب فکر میکنی جامو از استقلال میگیره دوباره؟ معلوم نیستش آقا سعید. من کلا اعتقادم به اینه که هر کی بیشتر تلاش کنه موز زحمتش میگیره. خیلی ممنون.